من امه مهربانی داشتم که توی یه روستای کوهستانی به نام جغتای زندگی میکرد و تابستون خیلی از وقتا پیش او بودم او من رو آزاد میذاش که هر کاری که دوست دارم بکنم من صبح سر از خواب بر می داشتم صبحانه خورده و نخورده آزم کوچه ها بودم از درختها بالا میرفتیم از لونه های گنجشک جوجه بر میداشتیم بوی عطر درخت های گردو هنوز توی بینی منه اونقدر این خاطری بویایی قوی است که هنوز هم که هنوزه من بسیاری از چیزها رو برای شناسایی اول با بو تجربه میکنم. هر گیاهی رو اول بو میکنم قبل از اینکه بتونم بگم که این گیاه چی هست